اینک توجه شما رو به تفسیر خبر امشب جلب میکنم که میپردازد به بررسی اظهارات تازه حمید رسایی، نماینده هوادار دولت احمدی نژاد، به آیت الله هاشمی رفسنجانی در مطلبی تحت عنوان حمید رسایی باش هم در مجلس به هاشمی رفسنجانی حمله کرد. حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که انتقادهای تند او از آیت الله هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش در هفته گذشته واکنش‌های زیادی به همراه آورد، روز چهارشنبه ششم دیما باز هم به هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده او حمله کرد. بنابراین گزارش وی که در پی قرائت بخش‌هایی از جوابیه دفتر هاشمی رفسنجانی به این انتقادات در مجلس سخن می‌گفت، هیئت رئیسه مجلس را خطاب قرار داد و اظهار داشت چرا بعد از نطق اخیر من در خصوص اتهامات مهدی هاشمی هیئت رئیسه فضاسازی انجام داده و سعی در تسریع قرائت نامه هاشمی داشت، در حالی که 40 روز از جوابیه دولت احمدی نژاد در پاسخ به نطق یک نماینده در هیئت رئیسه باقی مانده است. گفتنی است رسایی که از رفسنجانی و خانوادهش به عنوان خواص یاد می‌کرد، سخنان هفته گذشته خود را بیان عقده‌ای که در دل مردم مانده خواند و گفت مردم ما از گرانی رنج می‌برند، اما بیش از گرانی تبعیض و ایجاد تبعیض و برتری دادن یک خانواده بر دیگران آنها را اذیت می‌کند. وی که در نطق هفته گذشته خود مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی را شاه کلید کودتای 88 و خانواده رفسنجانی را اختاپوس خوانده بود، همچنین تلویحاً هاشمی رفسنجانی را به اعمال فشار بر آیت الله خامنه‌ای برای خوراندن جام زهر متهم کرد و با اشاره به اظهارات هاشمی رفسنجانی در مورد ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و قانونی و این جمله او که تنها در این صورت است که مردم به نتیجه انتخابات 92 تمکین خواهند کرد، گفت دوره خوراندن جام زهر گذشته است. حمید رسایی در این حال و با اشاره به تظاهرات هواداران دولت در 9 دی ماه سال 88 تصریح کرد عجبا که هنوز چند سال از قفلت و قدرت طلبی آنها نمی گذرد که برخی به دنبال تغییر جای مدعی و متهم هستند و آقایان برای حضور در انتخابات شرط می گذارند. این نماینده مجلس در ادامه افزود خدا را شکر کنید که به محاکمه خیابانیتان در روز 9 دی توسط مردم اکتفا کردیم و الا باید از لباس روحانیت خلق می شدید و اگر حکم فتنه‌گریتان اعدام نبود می بایستی از کشور اخراج می شدید. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین کشته شدگان ناآرامی های سال 88 را بسیجی خواند و با اشاره تلویحی به نامه های رفسنجانی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت آیا آنهایی که با طراحی و خدعه های دشمن پسند با نامه های بی سلام و با سلام در آتش فتنه 88 دمیدن، آیا توان پاسخگویی به خون این شهدا را دارند؟ رسایی در خاتمه هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش را عناصری قدرت طلب نامید که با دفاع از معترضان انتخاباتی سال 88 با سرویس‌های جاسوسی کشورهای بیگانه همسو شدند. یادآور می‌شود پس از آنکه آیت الله هاشمی رفسنجانی در خطبه‌های نماز جمعه پس از حوادث انتخابات 88 بر ضرورت رفع ابهام از نتایج این انتخابات و از دست دادن اعتماد مردم تأکید کرد و آزادی معترضان دستگیر شده را خواستار شد، از آن تاریخ به بعد دیگر به عنوان امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه حضور نیافت و به دلیل این مواضع خود به شدت مورد انتقاد اصولگرایان هوادار آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد قرار گرفت که این حملات تا به امروز نیز ادامه دارد.